تئاتر رادیویی به من میگن مکنا، ترجمه و پرداخت متن برای نمایشنامه رادیویی سام سرابی، صدا پیشگان سام سرابی. ای بابا ورق بده دیگه، چقدر لفتش میدی؟ دندون رو جیگر بسه داداش، الان میدم دیگه ورق دیگه. با چه خبره؟ تن و دلخوشی ما هم تو این اردوگاه نظامی شده ورق بازی کردن و قمار بازی کردن. بزا بر بزنم. یا شانس، یه کارت دیگه بده. بیا اینم یه کارت دیگه مخصوص جنابالی، حالش رو ببر. ای لعنتی. همیشه بانکو تو میزنی، یه بار نشد منو بدبخت ببرم. آره بدشانس بدبخت. ببینین کیه اومده. فکر کنم اینو جدید فرستادنش اینجا. هر کی هستش خیلی بچه سوسوله. نگاه قیافش رو نگاه، داره دنبال چی میگردی؟ هی داداش سلام، دنبال تخت خالی میگردی؟ آره سلام عرض میکنم، بله دنبال تخت خالی میگردم. اما قبل از اون آیا اینجا جوخه هولدینگ؟ آره داداش اینجا جوخه هولدینگ، درست اومدی. از راهنماییتون خیلی متشکرم. آبدارخونه 6 دقیقه دیگه باز میشه. داوو یه 6 پنسی داری که ما قرض بدی؟ تو هم که همش از ماهی قرض بگیر. یه بابا سک خور، اینم 6 پنسی انداختم رو میزه، بگیر. دمت گرم، معرفت تو عشقه. من برم یه سری سبک کنم و برگردم، فعلا. قربون تو، منم برم رو چرخ درازی بکشم یه استراحتی بکنم. آه هللویا هللویا هللویا، چقدر اینجا نامرتبه ای بابا. این رو ببین چه مرتبه بچی سوسو. هللویا هللویا. به جون خودم دارم راست میگم، مک برگشته. چی گفتی؟ ای بابا مکلا برگشته؟ آره بابا برگشته، به خودم دیدمش. نکن یه سیاه دیگه ای رو دیدی، یه سیاه قد بلند دیگه ای که شبیه مکش بوده. شاید اشتباه میکنی بابا. نه بابا اشتباه نمی کنم، خود لعنتیشه. آقایون لاتا ساملیک، ما اومدیم. سلام مک، چطوری؟ خوش اومدی. دلچنگت بودیم بابا. کجا بودیم مک جان؟ خیلی خوش اومدی، قدم رو حکم چشهای ما گذاشتی. نقیه نفلا کجان؟ واسه چه اینقدر خوابگاه خلوته؟ همه 48 ساعت پاس گرفتن مک. تو این مدت ما هم پاس گرفتیم واسه پاک کردن گوهگندای اون افسرهای شیفشون. آره بابا حالا خوش گذشت به؟ نه بابا خوشش چی گذشت، مجبور شدم از لندن تا اینجا تاکسی به تاکسی، کامیون به کامیون خودم رو برسونم اردوگاه. آخه این لندن نشینای لعنتی چه خبر دارن از حال ما بدبختا تو این اردوگاه کسافت؟ آره والا، آره به خود هیچکی خبر نداره ما چی میکشیم اینجا. داوا جونم قربان، یه نخ سیگار رد کن بیاد اینجا. اصلاحه بفرمین خدمت شما. باکر بله، یه لیوان چای واسه ما بریز. چش قربان، دست طلا. اما راستشو بخواین چون پول نداشتم چای کیسه ای نخریدم، متاسفانه چای کیسه ای نداریم. دوا بله قربان، یه 6 پنسی بهش قرض بده چای بگیره واسه هم. همین الان یه 6 پنسی بهش قرض دادم. باکر با همون بار چای بگیر دیگه، واسه چی میگی ندارم؟ ببین باکر، اگه یه بار دیگه بخوای زیر رو کشی کنی سنگ یکی باشم. یه بادمجون میکنم گوشه چشت که رب تو یاد کنی. ها بده کامشو بینم. خیلی خوب چش. به به، میبینم که یه آقای جدید اینجا داریم. مر هستم از گروهان بی. چطوری سرباز؟ خیلی ممنونم قربان. یه کبریت رد کن بیاد ما این سیگارمون رو روشن کنیم، زود باش. متاسفانه من لب به سیگار نمیزنم، نه سیگار و نه مشروب. شیشکی، مردی که نه سیگار بکشه و نه مشروب بخوره به درد لای جرز دیوارم نمیخوره. وقتی که متوجه حرفتون نمیشم. الان متوجهتون میکنم. وقتی داری با موافقت صحبت میکنی مثل بچه آدم سرتو میندازی پایین، میگی بله قربان چش فرما، فقط همین. بچه مزلف. خب بگو. آره دیگه بگو چشم. به آقای مکنا بگو چشم. خیلی خوب چشم. امروز اعصاب من گمرگی، حواستون باشه هر چی میگم باز بگین چشم. وقتی تو ماشین یکی میشینم سیگارم رو میخوام روشن کنم، میگه آقا لطفا روشن نکنیم، میخوام برینم تو صورتش. حالم به هم میخور از اونایی که از سیگار بدشون میاد. شیرفهم شد؟ آه
بهتر که این صلیب زیبای خودم رو از چمدونم در بیارم و آویزون کنم به گوشه تخت و به درگاه خدا نیایش کنم. ای پدر آسمانی، نام مقدست را گرامی می داریم و خواستار سلطنت خداوندی تو هستیم تا هرچه زودتر بر روی زمین برم شود نان روزانه ای ما. آی امو، داری اونجا چه غلطی میکنی ها؟ شیطان دور نگاه دار، خطاهای ما رو ببخش. نه بابا، یارو کر هستم. این عده اصولا چیه داری در میاری اینجا؟ تا ابد جلال و عظمت بچه خوشگل. هللویا هللویا. ای داوو جانم، فکر کنم ما کشیشدار شدیم. آره والا، آقایون اردوگاه جنگی رو با کلیسا اشتباه گرفته. نگاش کن نفله چه ته دلم دعا میکنه. ای سرباز. بله قربان. بلند شو واستا. دارم دعا میکنم. من با تو نیستم. میگم بلند شو واستا. واسه چی زانو زدی؟ چرا اینجوری رفتار میکنین قربان؟ اگه بلند نشی این صلیب لعنتی رو سرت خورد میکنم. این چه کاری آخه؟ این صلیب پلاستیکی مسخره رو جمعش کن. اینجا واسه ما تریپ مسیحی بازی و متدعیه بودن بر ندار. هر کی اینجا تعبیدش کردن لابد یه گند و گوی زده بوده قبلا. همه ما، همه بچه‌ای که اینجا هستن بدون استثنا همشون تبعیدی هن. واسه ما اینجا تریپ متدعیه بودن ورداری یه کمی شک برانگیزه. مگه جاسوسی ماسوسی چیزی باشی؟ درست نمیگم؟ همیشه اخ با توی مک، همیشه. اما همین داوا که داره مثل بوز اخوش منو تایید میکنه، همین داوا خودش انحراف جنسی داره. اونجا به این سربازای خوشگل مشکل گیر داده بود آوردنش اینجا. یا مثلا اون باکر خیکی که اونجا واسداده، اون باکر خیکی کارش فقط کلو ورداریه، فقط پول از این اون قرض میگیره و بهشون پس نمیده. منم که بماند، واسه همین میگم اینجا تریپ به متدین بودن واسه ما بر نداره بچه. قربان، جسارتا اینجا یک کشور آزاده و هر کسی میتونه عقاید خودش رو داشته باشه. من هم عقاید خودم رو دارم. من یک باورمند مسیحی هستم و تا حالا توی عمرم لب به مشروب نزدم و سیگار نکشیدم. نمیدونم کجای این کار ایراد داره، کجای این کار شما رو اذیت میکنه. بیشیم بابا، حضرت مسیح خودش یکی از معجزاتش این بود که شراب تو میمونی تموم شد، شرابا رو زیاد کرد. اگه الان خود عیسی مسیح زنده بود تعجب میکرد این ادابازیه که شما در میارین. به خدا تعجب میکرد. صلیب کشیدنها و زانو زدنها و بلند شدنها و نشستنها و والا تو عمرش داله خودش یه بارم این کارا رو نکرده بود. اما پولس رسول خودشون فرمودن که باید حتما دوری بگزینیم و پرهیز بکنیم از اون چیزهایی که به روح ما و به جسم ما. ای بابا بیشیم بابا، اینا رو ول کن. بگو ببینم واسه چی آوردنت اینجا؟ درد چی بوده داداش؟ ده شهر کلیسایی هست به نام کلیسای خدا و قراره که من شماس کلیسای خدا بشم و خب بنابراین خدمت سربازی من هم در همین کلیسا خواهد گذشت. مک، تالایی همچی اسمی به گوش من نخورده. من نشیدم تالا تو این شهر کلیسایی بوده باشه به نام کلیسای خدا. کلیسای خدا؟ کلیسای خدا دیگه چه صیغه ایه؟ البته هر شهر یه کلیسایی داره ولی کلیسای خدا من نشیدم. چرا دارم. هست، چرا هست. شما میتونین از سرهنگ موریس بپرسید و ایشون آدرس اون کلیسا رو به شما خواهند داد و من قراره اونجا خادم باشم. جوجه خادم، وقتی تو اینجا هستی خب واسه چی ما از سرهنگ موریس بپرسیم؟ بچه خوشگل، بنال ببینم واقعیت ماجرا چیه، واسه چی اومدی اینجا؟ من میدونم ناراحتی شما چیه جناب آقای مکنا. ناراحتی شما اینه که چرا باید شما یک سال اضافه خدمت بخورید اما من با خدمت در کلیسا سربازی خودم رو در آغوش خداوند به راحتی سپری کنم. درست میگم؟ آفرین بچه باوش، آفرین بچه باوش، درست فهمیدی. شما با پاچه خاری و ادا در آوردن به راحتی سربازی تو بگذرین تو کلیسا، من بدبخت بیچاره یه سال اضافه خدمت بخورم واسه هیچی تو این خوابگاه بوگندو بمونم و بپوسم. واسه این ناراحتم. اشتباه شما در اینجاست که فکر میکنید من به خاطر معافیت سربازی خودم دارم ادای یک انسان متدین رو در میارم. اما من با تمام وجود به عیسی مسیح اعتقاد دارم. با این حرف یاد وفاداری تک تک حواریون عیسی مسیح افتادم، خصوصا اون پیتر. پیتر تا صبح سرخون 3 دفعه عیسی مسیح رو انکار کرد. من به عشق عیسی مسیح حتی میتونم سهمناکترین آتشهای جهنم رو تحمل کنم چون میدونم که پدر آسمانی با منه. دوا چونه؟ دوا باکه جونم بفرمایی. یه ببینین آخ کشیشمون چه افچوسی هایی میاد. پسر جون تو ببین اصلا میتونی گرمای یه بخاری معمولی رو تحمل بکنی که از آتش جهنم صحبت میکنی؟ حیف که بخاری خاموشه، وگرنه میبستیمش به بخاری مک. اتفاقا فکر خیلی خوبیه، واسه که ببینیم این بچه خادم ما چقدر به مسیح عشق و علاقه داره. میتونیم ببریم و ببندیمش به اون بخاری. جدی که نمیگی؟ بچه ها
بدو این هیزم بیارین توی اون بخاری بریزین روشنش کنیم. من اصلا متوجه کار شما نمیشم آقا. بیا بریم بچه. من اصلا متوجه نمیشم آقا. بیا بس نکن. فلان کنید. بیا بچه جون بیا. چیکارم دارین؟ بگیر دستشو. لطفاً فلان کنید. بیا بذارید دعا بکنم. چه تقلایی میکنی؟ بگیرش. یا عیسی مسیح. بیا بابا دیگه. ببندش. پدر آسمانی. یا بچه. سوری هم داره سوسو. این پدر آسمانی یا عیسی مسیح. اینقدر شروع خدا بدن کنید. بابا بیا دیگه. دست و پامو نبند. ببندش ببندش. چی کار میکنین؟ ببندش. یا مریم مقدس. خیلی خوب خوبه محکم بستین ایوان. حالا برین هیزوما رو بردارین بریزین تو این بخاری. میخوام ببینم چقدر آتیش جهنم رو تحمل میکنی. بهم اثبات کن که پاچه خار نیستی. بهم اثبات کن که تو یک انسان متدینی، یک شماس واقعی هستی. من به مسیح اعتقاد دارم. من عاشق مسیحم. من عاشق عیسی مسیحم. هی مک، من دیگه به بخاری دیگه داره کم کم داغ میشم. این بنده خدا میسوزم. گناه داره آخه. ببین چه خوشگلیه. سر زیادی نزن، کارت بده. 21 تو بازی کن بچه. میگم تو که جدی جدی نمیخوای طرفو بسوزونی ها؟ نکنی میخوای باز اضافه خدمت بخوری؟ چیز کشی شما که خبرچین نیست که. گرما رو تحمل میکنه، سوختگی رو تحمل میکنه، به عشق مسیح دمم نمیزنه. ما هم اضافه خدمت نمیخوریم. درسته؟ آقای مکنا، واقعا دیگه داره آتیش داغ میشه. آیا شما واقعا قصد دارید که من رو بسوزونید؟ به من آسیب بزنید؟ ای خدای بزرگ، آخه من چه گناهی کردم؟ به خدا داغ شده. میبینم که کم آوردی. خیلی داغ شده. هر موقع یا عیسی مسیح، هر موقع که گفتی هیچ خدایی نیست و کلیسای خدایی هم وجود نداره، سوختم. به عیسی مسیح هم اعتقاد نداری، واسه پاچه‌خواری داری این کارا رو می‌کنی. اون وقت میگم بچه‌ها بازت کن. یا عیسی مسیح، در غیر این صورت همونجا بمون و ذوب شو. ای خدای بزرگ، ای پدر آسمانی که در آسمان هایی، ای تو که نام مرا می‌شنوی، مرا از این آتش جهنم دور بدار. مرا از این آتش جهنم دور بدار. ای خدای بزرگ، ای عیسی مسیح. هی مک، میم خدا رو شکر زود بازش کردیم. دیگه داشت جهز خالی میشد بند خدا. آره نفلا آخر سرم نگفت که به مسیح اعتقاد نداره. عجب آدم کله خری ها، داشت میسوختم. اون قدم سوسول نیست و ولی این مقاومتش اصلا به این دلیل نیستش که پاچه خار نیست و الکی عده بازی در نمیاره. من این مارمولک کارو میشناسم. میگم همین موقع هاست که دیگه سرکله سرنگوری سر برسه بیاد از تو خوابگاه بازرسی بکنه. بهش بگو لباسشو بپوشه، اینجوری خیلی بده، زایه هست. هی پسر پشو لباسشو بپوش، زایه هست. الان سرنگوریس میاد لو میری ماجرا. سرنگوریس اومدن. خبر دار، آزاد باشید، آزاد باشید سربازای عزیز، راحت باشید، آزاد باشید. خب بگید ببینم چه خبر اینجا. همه چی امن و امانه. واس چی این آقا لخته؟ این همینجوری واس چی داره ناله میکنه؟ والا مکنا. بله قربان، بگو ببینم واس چه دستی گلی به آب دادی؟ ما هیچی والا. واس چی کار کردی؟ از خود طرف بپرسین. داوو. بله قربان. تو بینال بگو ببینم چی کار شده. والا هیچ اتفاقی نیفتده. باکر جانه خودی تو به اون را نزن. والا ما هیچ کاریم قربان. ای وای بر من سربازی بیچاره. بگو ببینم چی این بلا رو سر تو برده سرباز. وسوسه های شیطان، وسوسه های شیطان. وسوسه های شیطان؟ بله عزیز من. تو سوختی؟ نه من توسط وسوسه های شیطان سوختم. بگو ببینم کی تو رو سوزوند آخه؟ هیچ کس غیر از نفس ما ما رو نمی سوزاند. تو همون سربازی نیستی که اومدی واسه کار معافیتت؟ وقتی پولس رسول برای اولین بار عیسی مسیح خبر نداشی داریم یه دلون لاتا ها؟ وقت بود که به او ایمان آورد. ای خدای بابا عجب خرمذهبیه این دیگه. ول کن بابا، دیگه ول نمی کنه. چه اعتقادی آخه تو داری بچه؟ راستشو بگو مکنا، کار تو هست یا نیست؟ نه به خدا، همینو بس، یک کلوم. سرباز نترس از این، اگه کاری نمی بگو همین تا تنبیهش کنم تا درس عبرتی بشه واسه اون لاتونوتایی دیگه. مکنا با من کاری نکرده. مکنا چه کاره است وقتی پدر آسمانی در آسمان هاست؟ اوست که سرنوشت من را رقم میزند. من جان باخته عیسی مسیحم. من عاشق عیسی مسیحم. من هر سختی را برای او تحمل میکنم. من عاشقم، عاشق. هی میگم حالا که این دوتا چلمنگ اون اتاق رو ترک کردن،
میخواستم یه چیزی خصوصی بهت بگم. هی جوجه کشیش، فکر نکنی ما حالیمون نیستا، معرفت کردی. شر این سرهنگ موریس از سر ما کم شد، دمت گرم. زمانی که عیسی مسیح را بر روی صلیب با میخ میکوبیدند، اون نگاه کرد و به جمعیت گفت: خداوندا اینان را ببخش، چون نمیدانند که چه میکنند. اوش یواش، نکنه داری باز به ما تیکه میندازی؟ آره عجب بچه پر روی هستی. نه تنها از ایمان من به عیسی مسیح کم نشده، بلکه با این سوزش احساس میکنم که بیشتر به او ایمان دارم. تو دیگه داری کفر منو در میاری. باز چلو من زانو بزنی و بگی به خاطر معافیتت که این ادا رو در میاری، باید به من بگی که ایمان نداری، فهمیدی؟ من از ته قلبم به عیسی مسیح ایمان دارم، حتی بیشتر از دیروز آقای مکنا. شما نمیتونید من رو از اون دور کنید. داری کفری میکنی؟ من به عیسی مسیح ایمان دارم. میرم خودم روی بخاری میسوزونم. خود دست بر نمیدارم. به خدا میرم خودم میسوزونم. آی مکنا، خودسوزی. باید بگی، باید اعتراف کنی. این چه کاری دارید میکنی؟ میپرم رو آتیش. آقای مکنا، آی سوختم. ای آقای مکنا، آی تقصیر من آی چیه؟ آی سوختم. تو باید اعتراف کنی که ایمان نداری تا من بیام پایین. تو چطور مسیحی هستی که حاضر میشه همنوع خورد آی بسوزه این بالا؟ باید بگی به عیسی مسیح ایمان نداری تا من بیام پایین. بگو آی. خیلی خوب باشه، غلط کردم، دارید میسوزید. من به عیسی مسیح اعتقاد ندارم. لطفا حالا بیا این پایین. آی 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 عجب سوختم. دیدی 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 آخرش اعتراف کردی که ایمان نداری. دیدی آخرش اعتراف کردی. دیدی به من میگن مکنا، به من میگن مکنا. من تحت هر شرایطی برندم. آخ سوختم ولی برنده شدم. حالا دیدی به من میگن مکنا. تئاتر رادیویی به من می